بیننده عزیز خوش آمدین. وارث مجددی در خدمتتون هستم تا یک ساعت مهمان خانه‌تون هستم. البته صبح همه شماها بخیر باشه. ما برآمدیم چای صبح مهمان یکی از وطن‌دارایم هستم. اما پیش از اینکه پیش از او بریم میریم یکم اتون به سر و صورت خودمون میرسیم. البته ما باید بگویم که در این برنامه ما کوشش می‌کنیم بعض خانواده‌ها، بعض کسای سیاستمدار، مردمای عادی، خلاصا مهمان هر قشر مردمی که هست مهمانشان میشیم، کسشون میشینیم، قصه خودمونیشون رو می‌داشته باشیم و بتونیم برنامه رو برای شما به وجه احسن جالب و جالب‌تر بسازیم. خب پیش از اینکه ما یک جای البته مهمان هستم اونجا برم یکمتون به خودم برسم. پس شما بیننده باشید. السلام علیکم. جور بخیر. سرد شده؟ سردمندی. خیر و خیر افیده. سلام بکلتون. خوب استین؟ سردمند. جانتون جور؟ من آمدم در داخل سلمانی که جه بخیر آماده شویم و بریم به یک میمان خاص داریم که چای صبح را دعوت کردم ماره اونجا میریم. دعوت نکردم ما دیگه از میمان ناخواسته هستم از میمان چون سفید میریم پیشون بریم. بیننده باشه باش من که یکان چیز خودم منظم بکنم باز گیریم. خب بیننده عزیز من آماده شدم دیگه. آماده شدم البته بعد از این تصمیم هست که بریم به پیش حاجی صاحب مرزا ملک عزیزی. تا اینجا بالا شدنم کلان انرژی کار داره. ما خانه حاجی صاحب مرزا ملک عزیزی آمدیم، کسی که وکیل شورا، کسی که تقریبا حدود 20 ساله میشه که در اینجا کار و مصروفیت های خودش داره، خانه از اونا آمدیم و دوست داریم که مهمان از اینا شه. ما البته از مهمانای ناخواسته هستیم، ای که خدا کنه خود حاجی صاحب گیر بکنیم در خانه باشه. همراه شگان قصرکای خودمانی خود داشتیم نگفتن همونم دی برنامه. من مهمان هر کسی که میشم امی آشپزیرم به دوش خودش مهمانیم. البته نمیخوام خانواده از اونا رو به تکلیف بسودیم، فقط خودش میگه ما مهمان توستیم تو برمای اگان چیز آماده بکن دیگه. ما منتظر هستیم که بخیر یک چیز بسیار مزدار به ما آماده کنن. این گل گل صبح همین چای مزدار که دستپخت خود آجیس مرزا ملک رو نشجا میکنیم دیگه هم از هم میتن. ما بیدیم که هست یا نه خدا میدن کسی هست یا نه. وکیل صاحب، او وکیل صاحب، این زنگ من هم نداره که من این زنگ میشه بزنم داخل نکشم. سلام علیک. جور بخیر. خوب هستی صحبتمند. وکیل صاحب هست؟ هیچ بیبینم که. هست هست. بی بی. یا ما شما یک رواج داریم در خانه اگر قانون هم میره خمس تک تک میکنی که باشه و نباشه میگه من یک پرسان بکنم که هست یا نه. وکیل صاحب هم باز میموندار آدم هست با خاطر شاید باشه شاید نباشه. منتظر می باشیم دیگه برش تا که بخیر وکیل صاحب بیاید. کی هست قیز جان؟ السلام علیکم. السلام علیکم. رحمت الله. جور بخیر. خوش آمدید. جناب وکیل صاحب. خوب هستید؟ سرطمند. میمون ناخواسته کار داری یا نه عزیب بگو؟ چرا نه؟ چرا نه؟ یک رقم سیل کردی؟ چطور که پس منتظر کس دیگه هم هستی؟ بی بفرمایید. خب. نه دیگه منتظر وکیل صاحب گفته که بیا. اما راستش پیش از اینکه وکیل صاحب ما بیایم داخل خانه ما تو باید یک جای بریم. حالا که آمدیم میمان ناخواسته همین چای ما یک آماده هم میگیریم بریم خیلیم سودا را بگیریم. چی میگی؟ درست است سودایی که انشالله خودت اینجا تشریف آورده ای که منتها یک چیز برد نگو وکیل صاحب ما خواه آمدن آمدیم سودا میخریم سودا میخریم منتها همی یک چیزی مزادار دیگه خودت آماده میکنی دیگه از دیگرم از احمد نمیستوزی سعید حتی کم خدا آماده بکو ما منتظرت هستیم. سر و از من این واسکت یکان چیز دارم این بیارا بگیرم اجازه سعید میره بانی میره بانی میره بانی منتظرشان هستیم که بخیر خدا آجی سعید بیکار شد و بیا باز ببینیم که کجا میریم و چی میگیره.
وکیل صاحبم خدا رساند. سلام علیکم. بسیار زود آماده شدی. بازم سلام مجدد. وکیل صاحب محترم آماده شد. اما ما همی تک تک کردم و گفتم بیا که بریم. ما خود جای پرسانم نکرد که گپ چی هست. آی صاحب، برنامه ما برنامه چای صبح هست. ما در این برنامه مثل خطور آدم های با شخصیت ها، با کرکتر ها، مهمان ها بسیار خوب و همچنان خلاصه برنامه ما به از خردترین طبقه گرفته تا بزرگترین طبقه که از سیاستمدارا تا این خردترین طبقه های ما که هست ما مهمان از اونا میشیم و به می شکلی مزاحمت های خود میکنیم. دیگه ما مامان مهمان خود چیده در برنامه چای صبح ما را قبول کردی انشاءالله به منعیس مهمان. حالا که ما را قبول کرده ما هم رونده هستیم. من در این کوچه بالا شده می کوچه ها تا این قسمت وکیل صاحب خامه هست چه رقم خزی هست این پیسه ها را کجا گور میکنی اگه داری اینجا مصرف کن. خیر باشی امی تو نیست که ما خدا نخواسته کمکار باشیم ما وکیل ها چون که متاسفانه در چند روز پیش یک بارش بسیار خوبی بود. یعنی هر وقتی که بارش شوه امی کوی زنبورکشا ارتفاع بسیار بلند داره. فکر کردم در سطح کوه کابل بسیار مرتفع است. دیگه ای که بارش میشه یعنی سیل میاد هر وقت. واقعا ما بسیار با مشکل مواجه شدیم در این ارتفاع. خب نه اینجا بیا بر صورتش خدا مهربان است که بخیر جور شوه اینجا. تمام میکنیم با سیل میاد با هم تو کند کفرش میکنه دیگه. یک راه داشته باشه که باید بیخی دیگه نشه امین. خب ما خودت میریم یکان چیز میاریم تخم و یکان بانجان رومی. امروز میگن خودت بسیار دستپخت و مزه‌دار داری. گفتم میدهی سر خود آشپزی هم بکنیم باز بشینیم یکان قصه خودم نایی داشته باشیم. شما بیننده باشین. اینی دکان هایی هست که نزدیک هستن. ما شما آمدیم به دکان. دکان ها جاد شده. از تقریبا 20 سال 21 سال زودتر هم میشه. در این منطقه سودا از اینی میجا میگیریم دیگه معمولا. سودا از اینی هم میگیریم از این طرف خوال خدا آبادی و جمع جوش. در این منطقه دکاندار به نام دکاندار شفیق مشهور است دیگه. دکاندار شفیق از ولایت کنر است. سود دوست عزیز باز دیگه تفلک های ما گاهی وقتا که از این سرک پیر بیر میشه زیاد متوجه میباشه با تفلک ها خدا نخواسته حاسب نبینند. دکانش هم چک موقع ده چک فضا را درش جور کردم مقبولم تو جای خوب است. خب حالا خو آمدن آمدیم. من خودم شروع برات گفته بودم که کرایی حالا من نمیفهم که خودت کرایی بر ما آماده میکنی که من نمیفهم کم چیز دیگه داری یا هیچ هم تو دست خالی نمار ما میکنی چه رقم میشه منتهای تو قضیه از این قرار است هر چیزی که آماده کنی آشپزش هم خودت هستی. خب همونطور هستی خیلی گپ کلان هست دیگه ولی آخر مجبور دیگه آستین ور بزنیم دیگه ببینیم چه میشه. آرون جان کجا هستی؟ آرون جان یک ذره یک چارک با این جان بگی مرد بگی سیر بگیر یک آن چیزی که لازم است همیار تا بگیم من کرایی دیگه آه من کرایی کرایی تخم تخم خواه خیمو گپ موضوع کرایی بیخی فاینال شد. من گفتم که باشه آجی صاحب یک دفعه نگوه که تو آمدی چای صبح فرمایش هم تو میتی به خیلی چیز نیست برو بخیر حرکت کو طرف خونه برو. اما تک هم نه؟ نه مگم خوب است قناعت کرد که ومو کرایی تو خم بهتر از به نظر من. خوبه آسان تر است نه؟ خوب شد که دیگه کدام چیز دیگه فرمایش نمادی که میشه فامیلی من یقین دارم که حتما میگریزی اگه کام چیز سختتر و سختتر فرمایش بشون یعنی سختتر میکنی دیگه ستی ست همینطور ای با او ای ساده و ساده از به نظرم ده بخواد تو سیرم پر تا آجی تخمه رو بر دخلته پر تو میام اینم تو همون بسته از دیگه نه همون بیا من شک زیاد گشنه نباشن باز کم بود نکرانی میبریم که خود خانه تخمه خودت دیگه دست بگیتون با من همکار باشه من دیگه همکار و دستیار دست بر صورت بیننده عزیز شما بیننده باشین این هم میبریم امرای آجی صاحب در خانه امون کرایی تخم فاینل شد که بر ما به چای صبح آماده کنم سخت گشتم شدیم دیگه نوش جان خود کردیم مهربانی آجی صاحب مهربانی وکیل صاحب گفت که من خودم برای شما شخصا آشپزی میکنم خودم برای شما یک چیزی آماده میکنم منتها گفت اما فکر کنید که دستک هایتان اوگار نکنید در وقت خوردن گفت بسیار مزه‌دار آماده میکنم من نکنم چه رقم قضیه است چه آماده میکنید برای وکیل صاحب خیر و سلامت باشید چون که شما متاسفانه ناگهانی داخل اولی شدی
میمان ناخواسته است. میمان ناخواسته است. راجع به میمان ناخواسته بودن تان یک تخم با ان شاء الله براتون تیار میکنیم. من تا گپ از این قرار بود که خودش گفته بود که میمان ما هستین، اما زمانا برای مشخص نساخته بود. زمانا باز ما الکی اومدیم دیگه. خب چیزایی را که قرار است آماده بکنم، به احتمال زیاد که چای سو باز یک چیزی تو مزه‌دار کرایی آماده میکنه. ها؟ خیلی سلام. اجازه است؟ دوستای اجازه بگیره. یعنی ما شاگرد هستم پیش دیگه. ها؟ دست آستینای خدا بر بزنم. بگن شالا وقت نوبت همراه خانم دست پیشی کردیم. کمی ولدیت داریم دیگه. یعنی قمندان دیگه دلش جمع است. همکاره هست کرده شما. بسم الله شروع میکنیم. یعنی من ایفا چاقوی دیگه چی شد که من بگیرم؟ یک چاقوی دیگه هم سعی کنم اگر بگیره. ای نه شو چاقوی تو کلان است دیگه. علی خواهد روسی میکنم. روسی روسی کلانه. خیلی کار میکنم. من کاسه را به این شکلی میگیرم برد کمی دوستان ببینن که چرا خم خودت آجی صاحب دیگه شروع کو. بسم الله الرحمن الرحیم. مجازی دوستا دیگه میندازیم. قماندان خوش است مگم صادقانه. بلد است اون سیستم ها. خب بسم الله بگم اینه میرخم تخم جور میکنیم یا عالیه گفت دیگه آجوسه ای یکان دفعه تو دیسپیشو میکنی یا نمیکنی؟ صد فیصد صد فیصد. یک چیز براتون میگم دوستای عزیز، البته آجوسه دو خانم داره. کدی یک دیسپیشی بکنم مجبور کرد دیگه شما دیگه همکاری را داشته باشه. اگر نه دیگه باز فکر کنم دیگه در خانه جای ما نخواد دادن. یک خانم در خانه باشه دیگه میتونی گفته که دیگه آشپزخانه مربوط شما میشه. باز که دو خانم که بود باز هر کدام فرمایش میکنه که بیر قما همکاری کنی. آه این گپ هست. مجبور هستی که بیر به امرشان همکاری کنی. چطور است انشالله رومی در خوب چی میکنه؟ والله گپ هست خوب. من گفتم نیه قماندان تالیه کرده خوب. خوب. نفر خوب ماشالله بلد هست دیگه. خوب. تو اندازه رومی را انداختیم. مرچ هم هست به نظرم؟ انشالله برادرها علاقه من نستند. این مرچ پسان در کرایی نندازیم یا می رقم سیز؟ من؟ آها. پسان بندازیم؟ پسان در کرایی بندازیم بهتر میشه به نظرم. به خاطر ازی که امروی رومی اگر یک جای چی شد خوب تر خب نیمه به شکلی به نظرم. من هم ایفو من در یکان چیزی که در کارا بلد هستم تخم پخته کردن، ولی میفهم چین آسان است بسیار. این بسیار زیاد هم شد. خب مهربانی و گفت که چون اگه من کل شاید تصویر بگیرم باز یک کمکه زمانگیر هست، بیننده هم خسته میشن. کرایی را میاریم دیگه مندازیم به خیر شروع میکنیم به پختنش. کرایی را صدا میکنیم میارن چه رقم میشن. خب قیز جان اما کرایی را بیار داخل آشپزخانه. این رقم کرایی سرپوش هم داره از خود. اوه ناگفته نمانم ایجا وقت یک زحمت دیگه کشیده وکیل صاحبا. این را چه رقم قضیه است از این؟ ما اونجا دیگه هم کوتا کردیم کمی قطیم همکار شوی؟ چرا نه؟ ایجا بانو میشه دانون؟ نه دی چی بانش؟ دی نیمی بانو میشه. من این خود چه رقم روشن میشه؟ این کارا هاش بزیر رقم هم نکردیم تو امروز. یک چیزی دیگه که وکیل صاحب قبلا آماده کرده بوده، من به خاطر ازی گفتم که من گفتم میمانت میشه دینه شام که دیدمش گفتم حتما آمدنیستم پیش شد. گفتم یا فردا یا پس فردا. خمونتا اتو فاینل نساخته بودم براش. گفت که هر وقت بیایی کل بعد خدمتت از دیگه. یک چیز دیگه که من همیشه در برنامه یاد کردیم، مردم افغانستان بخصوص کسی که در خود افغانستان هستن، این افغانای ما در کل در اروپا و در خارج از کشور هم که بیننده هستن بسیار میمان نواز هستن. یعنی یا خلاصه هر آن چیزی که در روی دسترخوان باشه انوار میکنن. بعدش که وقت نان هم خوردن با وجودی که هیچ کمی کسی دیدن نمیشه، واسه میگه خدا کنه که یک چیز صحیح بوده باشه، خدا کنه خدمتتون شده باشه. این گپا خواست حالا ما کامل پیش از اومدن ما نما قرار چیزا رو آماده کرده بودیم. یادآوری کردی ما در عربستان باز در اینجا تو امرای دوستان که بودیم
در اتاق که می آمدیم وقت می دیدیم که یک افغان حامی همینجا منتظر ماست که شما میمان هستی. واقعیت میمان نوازی افغان ها نه تنها در افغانستان، در کشورهای بیرون افغان ها مسافر هم هستن دیگه، میمان نوازیشان بسیار. با وقتی که می رفتیم یا خودشان آشپزی می کردن، اکثریت فامیلی نبودن، نه؟ با ما میمان ها می خیدیم، امرایشان هم کار می شدیم، هم کاری می کردیم، آشپزی می کردیم امرایشان. باز میورش چه رقم یک گپ بسیار خاطر جالب بود دیگه، تو تشریفاتی مثل کابل واره و این ولایت های ما شماره امی میوان هم می گرفتن در روی دستارخان همون تو می انداختن، توجه شدی؟ باز شوخی میکردیم امروشم، میفتیم شما چه خوب یک میمان نواز هستی، یعنی میبرم میاری در روی دستارخان می اندازه هر کدر خوردی هر کس هر چیز دلش شد بخواه بگو. واقعیت مردم افغانستان در هر گوشه و کناری که هستن لذت نان ما را، میوه ما را، آب و هوای وطن ما را دیگه هیچ جایی نداره. این خدا نخواسته چی نیست خیرت هم نام خدا در آشپزی والا آجی صاحب است که من گفتم شاگردت هستم منتها در این چیزا باز جا ببینیم که چقدر خوب لذت بخش میه که دوستا خدا کنه که قابل تاییدشان قرار بگیره. به نظرم زیاد میشه اگه زیاد پرتیم دیگه زیاد میشه. تخمم در حدود چند دانم میگه که 10 دانه است دیگه البته نه؟ 10 تا. خب آیسه به دامه به تیمو گپ تا که میگفتی؟ گپا جالب بود که خب. مردم افغانستان بسیار زیاد میمان نواز است. یعنی تام بسطلا اوتل ما گرفته تا خانه ما یعنی چیزی که بسطلا تیه میکنیم ما مردم افغانستان نه در پاکستان است به خدا ایره شوخی نمیکنم، نه در عربستان است، نه در ایران است، یعنی کشورهایی که نام گرفتم در اینجا رفتیم. مگم لذت تام ما و شما را، آب و هوای وطن ما و شما را جای نداره، به خدا جای نداره. یگانه چیز کم بود که داریم دیگه خدا انصاف بده وطندارای که خصوصا در رس مردم قرار میگیرن، اینا باید گذشت یعنی واقعیت از خانگاه مردم مدارا بکنن دیگه. خب البته ناگفتن هم اونو من خواهی آجی صاحب پیش از پیش آماده ای گرفته بوده و ای که تخمه را البته بانجرنومی را آماده کرده بود. ای چیزیست که کمتومش مان دست به شما اگر بندازیم زیاد میشه، چون ده دونه تخم داریم در اینجا، این حالا گوره پرتیم زیادتر میشه بهتر از این را اجازه گوشه بانیم باز به درد میخوره. قصاب سا شیرین بود دیگه، ایش فکر ما نشد. خب حالا خود گفتی که تون زیاد میخوری، من هم میفهم که زیاد از مردم های بنگلادش بوری نباشی و خب یک رقم تون میخورن که هیچ نگو. من این تجربه را از کجا پیدا کردم؟ نمی شمالی، نمی کلکان خب. بای وقتا میرفتیم اونجا دوستا بودم باز نمی تامش هم بسیار زیاد مرد میبود، میفتیم که آلی که مرچ زیاد چرا هست؟ میفتیم که دیگه ولایت ها یک قاشق مرچ بندازن مرچ خشک، ما شمالی والا پنج قاشق میندازیم. نیستی بلند چیز میگیم ما انگور میخوریم، میوجات گپا زیاد داره خواه شمالی خواه باغ افغانستان است، واقعیت گپشان قابل تایید است که ما با می ارتباط مرد میخوریم که ازمیت داره. واقعیت مرد از نگاه سی گپا هم پرسان کردیم یک ذره یک میدره تکلیف میده مگم دیگه و وجود انسان بسیار بخیده. اینا ما چند دانه مرش مندازی ازی بگو؟ این ما در اینجا شاید از این منتا من اوقدر تون خور نیستم کاله مرچای هم هست که دمی دفترم خودم کشت کردیم. خب مرچ تازه است دیگه، این کدو کشت کردیم، بعضی چیزای دیگه هم گلفت و پرست، انشالله میریم اونجا هم یک دفت سر میزنیم حتما میبین. خب نالا مرچ هر ریزه که میره بانی؟ اینه مرچ هم دینی حد زیاد نشوه که برادرها دیگه مرچ خور اگه نباشن باز برشان دیگه را نمیفهم تا موقت تون خور نیستون که باز اگه نتونم خوردن تو کس اینه دیگه یه از یک دانه بالا دیگه چی نمیکنیم. خب میگیریم سیرم نی؟ سیرم یک در اگه سیرهای وطنی ما یه وطنی استن؟ خوب استن از دو سیرهای خارجی کردن، هر چیز وطن ما خوب شد سیرش نی؟ قدرش نمیفهمیم ما قدرش بخور دیگه یعنی میوجاتی که ما و شما داریم در روی دنیای نیست. جز است؟ خب از که پیاز تو تنه میشه اینو لعودیدای مروان حالا من یک چیز که در ذهنم سوال خلق شده دی همین چیزایی را که بود انداختن یا ما تو اضافه کرده روان هستیم؟
مثلا سیریا را انداخته بودن یا نه؟ نه انداخته بودن. خب که نه انداخته بودی نه خب کار بیخی زیاد نشه. نه انداخته بودن. این سیر که از در هر پام مفید است. چرا بانجان ما آماده شد سر روغن آمد دیگه آماده تخم است که تخم بندازیم درست است یک کار میکنیم خیر اول خب. دیگه بندازیم میخوام مستقیم بشه کار عاجل کرد تو باش کنه این خب اینا اینا ما شما اینا اون طرف میکنیم باش که یک آقا چی میگم سایه آشپزخانه یکم که فضاش تنگتر است تنگتر است اینا مجبور به شکلی میگیرم خب یک کار که تو میده کو صحیح است همین دوستان بیننده باشن خب که پس اینا میده را کجا میکنیم؟ اینا این است قابل نه؟ سکی؟ اینا بسم الله این بسم الله اینا بندازیم باز هم یک جایی باشه که تخم این شکل اصولیش خدا دبر بگیره اینا تخم جنگی کرده یا مجدی سب؟ زیاد در بچه هایی زیاد همیال هم میکنم والا کجا این صفحه جده مایی سر بگیره زیادتر در اید و سال و نوی میگپا رو واجه است تخم جنگی میگپانه این هم توجه باشی که دیگه کمی همی آشپزیم زیر سوال رفته رویس حتما کتی تخم جنگی و کتی گپا زیاد نه والا نداشتیم واقعیت بگویم زیادتر علاقه که ما در نمی زیادتر کوشش میکردیم که درس بخونیم. خب دیگه متاسفانه روزگار یاری نمیکرد اکثریت وقتا ما درس خواندن نمیتونستیم. خب اما تو آماده و آماده هست یعنی میبینی کارجو سب منطورا بسیار زرمت دیگه ده با اگر ده با نیستدر نمیشد تو چی میگیرم اندازیم دارم؟ خب من دیگه آیشتر بعد از مسئولیت داده شد خب اینه انشالله ما ایرک مچم نمک در کجاست که شما این نگاه اومده دیگه ما در آشپزخانه در این وقتا کمی وارد نیستم ببینیم که نمک کجا است یک قوطی ها اینه من نمک گم کردم خب اینی هم فکر کنم چی است مساله ای است که سر تخم مندازم من چون غلط نکنم اینجا زیاد است چطور میشه اینیش که ببینم چی است مساله تخم هم میباشه نخواد تو باش که خب نمک هم مندازیم اول تخم مندازیم یا نمک نه اول نمک هم مندازیم خب سر تخم مندازیم توجه شدی؟ تخم باید نمک بگیره اینه نه بعدا باز کمی سر با اینجا کنالی سر روغن کامد باز نمک شد بندازیم من پیشتر گفتم که خودا نگرفته ولی بسیار زود خودا گرفته چرا؟ وقتی که همین چی میگنش کم گیره اگر بیش مسکیری که به شکل شور دارم داشتیم داشتیم بگیرم خب اینا نه گویم ورثه مجاهدین مودام استقام نه مجاهدین بلاده خوشگو هیچ کی بلاد نیست مجاهدین مودام میکنن سعی که علی تخم پزی که ما شد چیز است اینا به این شکل قرار میتیم درست است اینا سعی که علی ما همینا برات چی میکنم خب شما میاد بگیرین کو اینا دیگه اینا نه اینا قامتی را کنداختیم دیگه شما دقیق شده که اینه نی خدا تر خیر بده پس دوباره دیگه با اینجا نه سر ازی انداختیم که باز با اینجا چی میشه اینه دیدی خدا گرد نمیشه درست هم تیم درست هست اینه نی اینه پس نرمال کده ایره با اینجا سر تخم چی میکنیمش؟ دیگه منتظر میباشیم که بخیری دم بگیره دم بگیره اینی خواه مورد شد یک رقم گوشت هم شده این که نگو
اگر تخم سر با اینجان مینداختیم باز با اینجانش چی میشد؟ تو خوب نمی آمد به نظر شخصم میکس نمیکرد خدا حالی با اینجان من امرای تخم خدا میکس کرد اینا او خود تو دمش پیدا میکنه بسیار باز میکس میشه یک چند دقیقه طول میکشه که تو این خدا آماده کنه کمی تو خب. چی میشه بیننده عزیز شما هم بیننده باشین انشالله تا این آماده میشه باز یک جای بخیر مون رو شجاع میگیم شما بیدید خیلی سلام من بسیار خوشحال شدم که در این کلبه ویرانه ما البته خانه که غریبانه است ما از هر چیز میگذاریم فقط صداقت راستی خواهش میکنم منتها اگر بعد بیننده ها ببینن میگن من قماندانش در حضور بودن گفتن برای خود داشت بزید ما در وطن خود یک چی داره میگن نان و پیاز بشونی باز چون شما در این خانه فقیرانه ما تشریف آورده یک جان سپاس دیگه انشالله این نان بسیار با صدق و دل است با صداقت است خیلی مزهش هم زیاده انشالله دیگه ببینیم خدا کنه که انتقاد دوستا قرار نگیره دیگه نه انشالله انشالله دیگه صرف خودت هم قمار باشه بگیر آمدیم به اینجا البته آجی صاحب خودشون میمان داشت بله من همون کرایی را که آورد در داخلش که البته بانجرومی ریزه کرده بود من در فکر بودم گفتم شاید به خاطر ما آماده کرده ولی نه میمان داشت قبلا نه ما هم از میمانای ناخواسته بودیم خود در رساندیم خدا نکنه اما تیگه پس آجی صاحب دیگه ما میمان داشتیم اخوان دیگه خوشبختانه که شما میمان ما شده دیگه زیاد خوش آمده تشکری میکنیم از تلویزیون آریانا که بخیر باشه دیگه در این سایه ما در این جای فقر و بیچاره که مردم زندگی میکنه شما میای از مردم دیگه یک آگاهی یک معلومات میگیری دیگه اینجا که میمان ما فقیرا شده جهان سپاس تشکر بخیر باشین فقیر از امو اصطلاح خورد بودیم یا همیشه که در ذهن ما مانده میگن فقیر کسی که ایمان نداره و ما همین کافی از بین هم صمیمیت ما را حفظ میکنیم یکی دیگه که من آمدم در این منطقه متوجه سایه خامه زیادتر شدم تا اینجا آمدم دیگه من دارم سیل و باران این گفای طرف ها یکم مشکلات ها را به بار میاره مجلس ما تقریبا در حدود 20 سال میشه که اینجا خانه دارستیم همین یک دقیقه گفت از پیشت نره کرایی نسوزه که او را مانده ما توی جان در قسم بسید همین کرایی را از آشپزخانه خب ما را دست پخت خود ما توسم جایسته با او را خود بیاره دیگه از خود دستم تو را هم شریک ساخته که میشه اگر کلام نقص نواقص داشته باشه باز هم شریک شوی منطقه ما در اول گفتیم که اگر پیشیدی ما گیرم خود ما و ما آیسه بودیم نهایتش یک دو همکار ما اگر کت ما شریک شد قرد شد دیدن و دیدن این که قبر نداشت و میمانم از کرایی را من هیچ قرض نگرفتیم اصلا هیچ کار نکردیم هر چی که بود خود آجی صاحب مسئول شما در تصویر میبینید که مجاهد صاحب یک چاقوی بسیار کلان در دستش است در کرایی از باز کفگیر فکر کنم امرای چاقو هم همی با اینجا نمالدیست دیگه آجی صاحب زنده و سلامت باشی و خیر باشی بسیار خوش آمده دیگه ما واقعیت مردم اهل هستیم شکر که در این منطقه زندگی میکنیم با میمانا بسیار زیاد علاقمند هستیم که ما را یاد کنند اکثریت وقتها در دوران دولت پیش دیگه بگوییم که دوستایی که در اینجا سر میزدند راجع به یکان کمک همکاری برای مردم ما واقعیت ما شخص خودم در نایک میریم به امرای وکیل صاحبا که جلسه دایر میشه ما یک شنبه در یک شنبه جلسه داریم باز من انتقاد میکنم من میگم که سایه ما سایه کویه است مردم فقر است به واقعیت آبیاری از اینجا دیگه برق از اینجا یعنی برقش یک دو سال میشه که اینجا سایه برق شدیم ما در صورتی که ما در مرکز زندگی میکنیم اینا 20 سال گفتیم که ما اینجا خانه دار هستیم اینا دو سال شده که ما سایه برق شدیم دیگه امی او ای گپارم خیر ببینی بچم بیار دیگه این ببانه این دوست باز پدر تا که خدا کنه که قابل تایید کل قرار بگیره اون کفگیر ماست
دیگه چاقو ماشم در دست بود. همین گپای ما شما خب و آسانی تمام نمیشه. مهمانان منتظر هستن. معلوم میشه از چیمای رویشان لبایشان خشک در روزگاردارا واره. همین نان نوش جان کنیم. دیگه همین کرایی دست بخت ما زیادتر متوجه خودم به مو کرایی است که خدا کنه که یک چیز صحیح باشه. دیگه همین نان هم میخوریم انشاءالله بیار زنده و صحبت باقی ما شما بعدی بخیر حرفا و گپایی که داریم بخیر ما بعدی بخشیم. آشپزی را مکردیم اگر خوب شما آمده خب مکردیم اگر مزه شما نمک چطور است؟ برابر است؟ برو انشاءالله میمانا تایید کرده شما اکثریت شدیم جایسته اگر خود تایید هم نکنی اگر خوب هم باشه باز انتقاد هم کنی دیگر یا شاید شد مجبور استیم تایید بکنیم بخاطر یک شریک جرم هستیم کارهای ما در بخش کمره باشه البته تصویر یا همکاری میکنن و هم اگر ببینن دق میرن دکه تو حتما گوشن شده باشن هم وکیل صاحب سوز تشکر به خاطر ازی که بر ما وقت داری نمشه دیگه منعیسه وکیل منطقه منعیسه کسی که سالا اینجا به مردم خدمت کردی نمشه. یک پیامتا میخواییم داشته باشیم دیگه برنامه رو خاتمه میتیم خیر سلامت باشی پیام مهمیست که جدید صاحب هر وقتی نمی تو سر یک دستارخان ما و شما بشینیم به خنده به پیشانی روشن به یک جان و جور نمی تو یک نوش جان کنیم امی غذایی که به اصطلاح از هر نگاهی که تهیه میشه بخش ما خداوند نمی رزق و روزی ما را نمی چیز که وابسته کرده دیگه از هر چیز کرده به ما امنیت و صلح و ایگپاز ضروری است خدا انصاف بده بعضی کسایی که به خاطر منافع شخصی خودشان وطن ما را به بحران میبرند ما به هیچ وجه علاقمند اوت و مردمان نیستیم که خوششان هم نداریم همین دولت سابق که بود انتخابات ها میشد دیگرات بسیار مردم فهمید بهانه این آن میدادند باز وقتی که در قدرت میرفتند تماما اینمی ملت بیچاره و مظلوم فراموش میکنند ولی ما خوش هستیم ایرا خدا نخواسته ما به کدام زور جبری باشه ما بگیم که والا ما حرف گپ ما اینی چیز به خاطر کدام نه خدا کیا کس نه ما همی تقریبا در حدود یک سال میشه ما جایت یک جمهوریت نبود در کتل خیرخانه میرفتی یک مافیایی بود از طرف بغمان میرفتی یک مافیایی دیگه بود طرف دیسد میرفتی هر گوشه یک مافیایی بود خودش حکومت بود دیگه با حکومت وابسته نبود ما الحمدلله شکر عالی نظم و نظام امنیت ما بسیار خوب شده دیگه کوشش کنند که امارات اسلامی یعنی اقتصاد مردم خوب کنند ما به ایسی وکیل گذر شعار ممیست که دیگه پیشنیاد ما ممیست که امارات اسلامی یک مدیریت و پلان طرحی که به اصطلاح در عرصه دولتداری دارند کوشش نهاییشان باشند که به این مردم مظلوم دل بسوزانند دیگه اقتصاد مردم خوب کنند رقمی که امنیت مردم خوب ساختین به می شکل اقتصاد هم خوب کنند همین وزیر صاحب تجارت از ما عبدالرزاده است عبدالرزاده ماست اینه اصلا ما هم عزیزی تخلص میکنیم آقای صاحب نوردین وزیر صاحب تجارت هم دیگه عزیزی تخلص میکنه خیلی عبدالرزاده نزدیک ما هستیم مشکل در اینجا است که دیناروز هم حرفایش گوش میکنیم زیادتر ما به او پیشنهاد میکنیم که حال خود در مسئولیت دارید در عرصه اقتصاد دیگه وزیر صاحب کوشش بکنه که اقتصاد مردم خوبتر شود بیچاره تلاش خود هم میکنم خیر ببینه امی وکیل صاحب از انتخابات زیاد یاد کرد کنم وکیل البته در مداره انتخاباتی حکومت سابق به کدام منطقه به جای نماز کنه البته کدام مسجد جای نماز آورده بود
که اینمای مسجد ما این کمک‌ها را کردیم. در روز انتخاباتی بنده خدا رأی درست نگرفته بود از اون منطقه. بعد از انتخابات آمده بود که من جای نماز ما پس می. همین قضیه به کدام منطقه شده بود؟ مسجد جامعی است به نام مسجد تقوا. اینم نزدیک به نظر. تقریبا نزدیک است. پنج ست خانه هست که من رای نگرفتیم این را ای آمد اینجا کمپین کرد خب کم رای گرفت پس دوباره آمد مرا طلب کرد که پولم و پس بته شما رای نداده میگه تو مردم ها بود خب تشکر بخیر باشه خب ما آمدیم طرف دفتر آجی صاحب دیگه میشه تعداد مراجعین هم بود زیادتر کسا حالت به ما یک دفعه تعریف بکنم قضیه دفتر خودت آجی صاحب خیر باشی مجدی صاحب ما این دفتر وکالت هست تشریفاتی است دیگه دروازه تو چی نداره قلفک نداره دروازه ما ایلاس بر روی مردم ما مردم ما هر مشکلی که داشته باشن انشالله دیگه قدرت به توانایی یک پل ارتباطی در بین دولت مردم محیط منطقی خود هستیم دیگه انشالله میتونیم که همون لایه وظایفی که به ما ساخته شده خصوصا به وکیلای گذر راجع به امنیت راجع به کمک های به اصطلاح همی مستحقین و غیره غیره که چیزی که بادسازی هایی که صورت میگیره اینمی ها را دیگه مسئولیت داریم در صورتی که ماش نداریم بازم الحمدلله شکر دیگه نفقی علال تلاش میکنیم که دیگه اون روزگار و فامیل خود به یک شکل نرمال پیش میبریم یعنی یا آبرسانی هم در این سایه بسیار یک جای ارتفاع بسیار بلند است ما یک چای در اینجا داشتیم از بعضی برادرهایی که امکانات داشتند برای ما چا میکندن باز اینجا خشکسالی ها شد در این سایه مکمل چا خشک شد بعدن باز ما تلاش کردیم به همراه مردم خود یک شورا ایجاد کردیم راجع به می آبرسانی ها باز رفتیم از قسمت سرک چلستون باز اوجا چای چی داریم از اوجا باز اویج انتقال پیدا میکنه واجی دی کوا شد میکنیم دیگه با مشکل مواجه است مردم مشکلات بیوی و این گپا را بسیار زیاد در این منطقه دیگه روبرو هستیم زیادتر مراجعین از آبرسانی گفتی زیادتر مراجعین از مشکلات آب یا نه انشالله لازمتر نیست که موضوعات دیگه ای است که مردم به خاطر یگان کاریابی های میاند که اگر بتانند از طریق ما و اصطلاح دمی وزارت های ملکی و غیر ملکی دیگه کار به خود چیز بکنند دیگه باز در منطقه است یگان مشکلات های بسیار عمده داره مردم و ما را اگر از توان ما شبه رسیده ای کده بتانیم انشالله امروشون هم کاری میکنیم خوبه دروازه را گفتم تو باز است ما دفتر داردار صاحب یادم آمد اونجا که همیشه میرفتن باز دروازه باز می بود اینم تو میرفتن هر مشکل که می داشت خودش اگه نمی بود مثلا اعضای فامیلش بک قسم او را منج میکردن عالی میره که من میبینم خدا هم رو طولانی نصیبتان بکنه به این شکلی گفتی دروازه آواز از معمول مراجعینه که من نه تنها مشکل آب بلکه مشکل مثلا زندگی خانوادگی یک مشکلات های اقتصادی نبود کار به خاطر اینا پیش زیادتر گفتی در اینجا من و خودش کلان خدمت هست به این مردم به این جامعه شکر که دارند شکر که ما هم داریم اید که دقل کنار ما هستین ما میفهمم بیشتر وطن داره که از صاحب وصلابات هستند در خارج از کشور بیننده می باشند اونا حتما یک نظریه دارند حتما دق آورده باشند پشت این محیط ما حول بله که پشت خود طوری وکیل صاحب حتما دق نیارن خیر باشیم خیر سلام کل اگه همون تو صمیمی یا گاهی وقتا هم عصبانی میشین چون همین فشار کار که زیاد شما بازا تو را ما اسب خدا اینطور است که امی وکالت ما تا جایی که اتو تجربه گرفتیم این تمام مسئولیت های مردم مربوط به می وکالت میشه باز ما یک خوبی گپ در اینجا داریم الحمدلله شکر جمع همی مساجد های ما علما در اصل مردم هستند مثلا باز ما یک شورای مردمی داریم باز این شورای مردمی میتونند که کارهایی که به اصطلاح یک ذره زیادتر
دیگه از کنترل خارج میشه، باز این شورا را در جریان میمانیم، شورا باز میان او کار امو گپ اگر فیصله کردم نتونستیم باز این مراجعش میکنیم به دولت، باز دولت میفهمه که او قانونی که اصل دولت او را باز تطبیق کنند. اگر در منطقه به شکل شورایی حل میشه او بسیار برشان مفید تمام میشه به مردم ما. دیگه کسایی که خارج میرن کسایی که خارج هستند باید خودم اینمی احساس فعلا دارم در اینمی دفترکم یا در منطقه که به اصطلاح همیجه مسئولیت دارم، خدا که یکیست اکثریت دوستایی که به اصطلاح در سایه ما زندگی میکنند آلی در خارج در بعضی کسا هستند که تماس میگیرند، اونا دیگه بسیار مایوس هستند. ما الحمدلله شکر مایوس نیستیم، به خاطر از مایوس نیستیم که ما وطن ماست، به ما کشمیر هستی دیگه، وطن ما را دوست داریم، در وطن ما هستیم، الحمدلله شکر امنیت ما خوب است، هیچ مشکلی نیست. با تمام نسل جوان خصوصا که وطنشان اگر دوست دارن چرا از وطن میبرایند نبرایند؟ ای که میرن در دیگر کشورها که فهمیدید در 24 ساعت خدمت دیگرها را میکنند، اما 24 ساعت هنه که 12 ساعت خدمت وطن خدا بکنند، نفقی روزگار خدا میتونند پیش برن. ما شما خود کفام هستیم الحمدلله. بعضی کشورهای هستند که هیچ چیزی فهمیدی ندارند، آنها باز هم درک دارند که وطن وطن است، وطن دوست داشته باشند. جوان ها در مجموع به نظر شخص خودم بسیار یک اشتباه بزرگ میکنند که وطنشان را ترک میکنند. دیگه هم مسافر، هم از فامیل دور، هم از قوم و عدر و عدرزاده و محیط خود دور. دیگه این وطن به کل ما مسئولیت داریم که این را هر کس به نوبه و قدرت توانمندی خود دیگه وطن ما را دوست داشته باشیم. انشالله کار کنیم. بله بله. بخیر باشین. جناب وکیل صاحب ممنون از شما که بر ما حداقل وقت دادیم. با همه جوششتیم. دفتر کاری تو ندیدیم. محیط و ماحول که زندگی میکنی را همیشه به تصویر کشیدیم. بیننده هم دیدن. خیر باشه. ما در اصل بهانه چای صبح بود. در کنار کسی که چای صبح داشتیم. قصه های خودمانی هم داشتیم. همراه خودت قصه های بسیار شیرین داشتیم. ما باور دارم تنها منه بیننده های عزیزم لذت بردن از اینکه قصه های خودت داشتیم در برنامه. بسیار زیاد تشکر که بر ما وقت دادیم. ما باز رو دیگه هم از شما تشکر میکنم که اینجا تشریف آوردی. باز هم پیام امیس با تمام اند وکیل صاحبایی که در سطح نایای کابل مسئولیت دارند، دیگه این مسئولیتی است که هم ثواب هست هم خرما. با مردم ما هم کار باشیم، بیشتر خدمتگار ملت باشیم. خدمتگار ملت باشیم. تشکر. خیر سلامت باشیم. ممنون همتون که بیننده برنامه چای صبح ما بودیم. این بار چای صبح ما خانه حاجی صاحب میرزا ملک عزیزی بود. یک شخصیت مهربان، دوست داشتنی، ملایم، یک آشپز بسیار ماهر. تکله بود خیلی صادقانه. دیگه تا برنامه چای صبح دیگه ای که من مهمان یکی از شخصیت ها، یکی از بزرگوارا، یکی از وطندارای من میشم، تا اون دم تک و تکتان به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. الله حافظتان.